بسیاری از رهبران و سیاستمداران اروپایی از پیروزی مارک روته نخست وزیر هلند و شکست راستگرایان افراطی در انتخابات این کشور استقبال کردند. آنتونیو تایانی رئیس جدید پارلمان اروپا در همین راستا به خبرنگار ما گفت: همانطور که دیدید راستگرایان افراطی در هلند پیروز نشدند، چرا که نخست وزیر پاسخهای قانع کنندهای به شهروندان داد. باید برای شهروندان کار کرد، باید دید منافع ملتها کجاست و در جستجوی آن بود. انتخابات ریاست جمهوری هلند در گذشته بدون جلب توجه چندانی در خارج از کشور برگزار می شد، اما حضور چشمگیر راستگرایان افراطی و احتمال پیروزی آنها باعث شد تا بسیاری در اروپا به این انتخابات توجه ویژه‌ای داشته باشند، از جمله صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل که گفت هلندی‌ها شریک، دوست و همسایه ما هستند. به همین دلیل بسیار خوشحالم که نتیجه انتخابات به سود اروپا خاتمه پیدا کرد. عدم پیروزی راستگرایان افراطی در انتخابات هلند باعث خوشحالی رقبای مارین لوپن در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه شد که در ماه می برگزار می شود. امانوئل مکرون رقیب اصلی مارین لوپن در انتخابات فرانسه گفت این انتخابات نشان داد که نیروهای مترقی شتاب بیشتری می گیرند.